تلویزیون میبینم فردا. درودی و سرودی به قول مهدی اخوان ثالث، میم امید خراسانی. بله اون روزا میمد در تلویزیون آخر شب درودی و سرودی، و حالا هم درودی بر همه شما عزیزانم، یاران خوب ایران فردا. نه دیگه، کم کمک دیگه بعد از دو سال به نظرم جا افتادیم. معینی عزیزم عطا مدیر جلویز آمار ماهیانه رو برامون میفرسته، تعداد افرادی که از روی جلویز تلویزیون رو میبینن، حالا غیر ساتلایت و سایت خودمون و اینترنت و غیر و غیره، ولی و فیسبوک. خیلی خوشحال شدم، بسیار امیدوار کننده بود، و چقدر عطا خودش خوشحال بود از این بابت که یک تلویزیون جدی رو جدی گرفتید. خیلی خوشحالم. طبیعی است دائم نباید عبوس بود و حرفای عجیب غریب زد، اما در این حال که برنامه هایی باید باشه که جنبه سرگرمی و تفریحش توش بیشتر باشه، ولی حتی اون برنامه رو من دقت میکنم و همکاران من دقت میکنن که پیامی داشته باشه، همینجوری عنوان نشه، همینجوری به زن و بکوب نباشه. نه، آوازی اگر خونده میشه، ترانه اگه پخش میشه، تصویری اگه پخش میشه، اینا همه حرفی برای گفتن داشته باشه. ممنونم از شما که خیلی موشکافید و به جزئیات برنامه توجه دارید. برنامه ناصر شاهین‌پر عزیزم رو دیدید، به هر حال او روایتگر تاریخ به گونه دیگری خواهد بود. تاریخ رو نه اونجوری که ما دوست داریم خودمون بخونیم، تاریخ رو اونجور که واقع شده. و برنامه دیگه همون هم میبینید دیگه، همینطوری زنگ سلامت الان بسیار موفق شده، برنامه خانم خزایی خیلی موفقه، و همینطور برنامه های همیشگیمون هم که میبینید، برنامه دکتر لاجوردی رو با علاقه دنبال میکنید، و برنامه های شاهید همینطور، خانم الهی خوشنام اومده، حالا اینا در قالب حرف تو حرف خواهد اومد و به صورت کامل در یک جا مشاهده میشه. برنامه دیگری در خورجین داریم که حالا بذارید راجبش نگویم تا عرضه بشه. به هر حال خسته میشیم، ولی هم پیامهای شما را آدم گوش میده، خستگیش پر میزند و میرود، و آنچه میماند انرژی مثبت. بریم ببینیم شما چی گفته اید در این هفته. هموطن عزیزم، الو، سلام خدمت های دکتر نوری‌زاده، سلام عرض میکنم. من از شهرستان آرد صحبت میکنم. از این رادیویتون خیلی ممنون. من از ساعت 7 که میشه منتظر میمونم تا آقای نوری‌زاده برنامهش تمام بشه، تا برنامه آقای چالنگی تمام رو تماشا میکنم. هم دوستتون خیلی ممنون. سپاسگزارم دوست من. فکر کردم ادامه داره، صدای موسیقی هم پشت سرتون شنیده میشه. سپاسگزارم. هموطن بعدی، سلام آقای نوری‌زاده. من خواستم به این ملت برسونیم که آقای رفسنجانی خودشون اعلام کردن که زمانی که انقلاب پیروز شد ما تو مکه بودیم، پشتبان مسافرخونه خوابیده بودیم، از رادیو اعلام شد که انقلاب ایران پیروز شد. یعنی میخوام بگم که اینا سهمی تو انقلاب نداشتن، انقلاب مردم کردن، اسم اینا تموم شد، فقط اینا مردم رو کشتن، جوانای مردم رو کشتن که هنوزم که میکشن. میخواستم اینو محبت کنیم، باید اعلام کنیم. چشم دوست من، من اعلام کردم ولی درست نیست، چون آقای رفسنجانی در موقع انقلاب مکه نبودن، رو پشت بام هم نبودن. آقای رفسنجانی در کنار آقای خمینی بود، براتون بارها گفتم، یکی از منابع خبری، منبع اصلی خبری من بود،
و من تمام اون تیترهای بزرگ اطلاعات رو که از درون خانه آقای خمینی میزدم به کمک ایشون بود. بنابراین آقای رفسنجانی بود؟ نه، ایشون از زندان که اومد بیرون محور تمام رویدادها بود و حتی پاریس نرفت، برخلاف آقای بهشتی و دیگران، آقای مرحوم آقای منتظری اینا که رفتن پاریس، آقای هاشمی در ایران ماند و نرفت و اینجا اداره کننده امور بود. هموطن بعدی. با سلام خدمت شما و خسته نباشید آقای نوری‌زاده. من با تمام علاقه‌ای که به آقای نوری‌زاده داشتم در برنامه پخش تلفنیش یکی از بینندگان صحبتی کرد راجع به آقای دوست عزیزش از این انتقاد کرده، ولی آقای نوری‌زاده چنان اومده به دفاع برخواسته که یعنی یک لحظه انتقاد از دوست خودش نپذیرفت. این واقعا جای تأسف برای آقای دکتر نوری‌زاده که اینقدر کم توان در برابر این که دوستش با کمترین انتقادی پذیرش نداشت. خواستم مستقیم با خودش صحبت کنم که امکانش نیست. دوست من تمام انتقادهایی که به خودم میشه از جمله مال شما رو پخش میکنم. انتقاد از همکاران من اگر میشه، اگر انتقادها اصولی باشه خب میگذاریم میگید و همکاران من هم میشنوند، ولی من انتقادی رو میبینم که پایه‌ای نداره، بعد شما دارید اینو میگید در حالی که اسم اون فرد رو یادتون رفته. منظور شما آقای صفریان بود در برنامه چمتا. برنامه چمتا طرفدار خیلی زیادی داره و همینطور برنامه چارسو. شما دوست نداشتی یا اون آقایی که زنگ زد علاقه نداشت، ما صداشو پخش کردیم، همین دلیل بر سعه صدر ماست. اما اجازه بدید وقتی شما یه سخنی رو میگید خب منم جوابی براش دارم، اگر حرف درستی باشه روی چشمم میگذارم، ولی این به معنای اون نیست که من از دوستم دفاع کردم. نه، همکاران من در اینجا بسیار محترمن، ولی اگر کارشون مورد انتقاد شماست این انتقاد پخش خواهد شد. گمان نمی کنم اینجا نزدیکتر از من و آقای چالنگی باشه به علت طولانی بودن دوستیمون، قدمت زمان و اینا، ولی اینجا از آقای چالنگی هم انتقاد شده، من پخش کردم، ولی واقعیت رو هم گفتم. پس این رو به حساب کم تحملی نگذارید، باور کنید اینقدر در این زمینه من تحملم زیاده، اگه شما بدونید چه ها گفتند و میگویند و کردند وقت باورتون میشه که تحمل من خیلی زیاد. دوست بعدی. جناب دکتر نوری‌زاده سلام عرض میکنم. مصاحبه شما رو با شهبانو دیدیم، واقعا چقدر متأثر شدیم که چقدر ما ایرانیان نمک نشناس بودیم و چقدر پادشاه فقید ایران ما اذیت کردیم و باعث شرمساری بود. آخرین تظاهرات که فکر میکنم 1976 بود در واشنگتن خیلی شرم‌آور بود و با تأسف خود بندم در اون شرکت کردم و من از شهبانو پوزش میطلبم و واقعا کار اشتباهی کردیم. امیدوارم که ما بیبی بومرا همون جوری که ایران رو خراب کردیم شاید دست به دست هم بدیم دوباره کشورمون رو برگردونیم. لطف کنید این برنامه رو میذارید و همیشه با خرسندی برنامه شما رو میبینم و لذت میبرم. امیدوارم که خوش باشید و کار خوب ادامه برید. متشکرم. سپاسگزارم دوست من. شهامت اشتباه رو آدم اقرار بکنه خیلی مهمه که انسان شهامتش رو داشته باشه. شگفتا که هنوز بعضیا نه، مسئله اصلیشون اینه که ناسزا به شاه بگن و همه نکات مثبت گذشته رو نفی کنن. من نمیگم نکات منفی رو کاور کنیم مثل بعضیا، نه، مثبت و منفی هر دو رو باید بیان کرد. عهد آن پدر و پسر نکات مثبت خیلی داشت، جامعه ما رو متحول کرد، نکات منفی هم داشت که
که این نکات منفی میتوانست با یک شاه ملیز در حال رفتن، پسر جوانی که در خارج درس خونده بود با اصول دموکراسی آشنا بود، میتوانست این نقایص در زمان پهلوی سوم برطرف بشه. و ما نیز یه حکومت مشروطه پادشاهی با متر و معیارهای خودمون داشته باشیم. هموطن بعدی. آقا سلام عرض کردم. سلام میکنم خدمت آقای دکتر نجزده. من از طرفدار برنامه‌شون هستم، از نروژ زنگ میزنم. میخواستم بگم که دفعه دومه که من زنگ میزنم، ولی مثل که پیغام من اصلا نگفتن. در رابطه با اینکه ایشون یه مقدار از آقای کهروبی و موسوی و اینا زیادی چیز میکنن، برنامه سبز و اینا. من اصلا با برنامه دموکراسی مخالفتی ندارم، ولی میدونن که ایشون خودشون ماشاءالله استاد این چیزا هستن، میدونن که چه کسایی رو، چه جوانای مردمی رو توی موقعیت‌های همون سالای 60 و اینا وجوهای دار و اینا سپردن. خواهش میکنم دیگه اصلا این داستان آقای کهروبی و موسوی رو دیگه فراموش کنن. انقدر هر دفعه توی این برنامه‌هاشون که اینا تو زندان، اینا زندان، اینا لیاقتشون این بوده که تو زندان باشن، اونجا بمیرن همشون، هم که چون از یک کرباس هستن. لطف کنین فقط آقای میرزاده از این بابت اینا دیگه فراموش کنین که راجع به اینا صحبت کنین. در ضمن در رابطه با آقای محمود قومی سوال کرده بودم که ایشون معلوم نشد اصلا سرگذشتشون چی شد آخر عاقبت، چون دوستای خود آقای نوریزاده هستن، به خاطر اون من میپرسم. خیلی ممنون میشم اگه کوچولوی در رابطه با ایشون هم صحبت کنم. مرسی، خدافظ شما. بله دوستان، من نمیتونم راجع به دو تا زندانی حرف نزنم، اما انتقادم میکنم. من همیشه بر این باورم که صحبت آقای موسوی که ما به دوران طلایی امام برمیگردیم باعث شد جنبش ما متوقف بشه، چون مردم گفتن ای ما بیایم بچه‌مون کشته بشن که برگردیم به اون روزگار سیاه صدرالله مصطفوی. نه، اما با زندانی و تحت حصار بودنشون مخالفم و بر این باورم که آقای موسوی در اون مرحله مردم او رو وادار به یک تحول عظیم کردن، هم او و خانم دکتر رهنورد که نقش اساسی داشت، و همطور آقای کروبی. کروبی خیلی به رژیم ضربه زد، اینو یادمون نره، در همون ماجرای تجاوز در کهریزگ و پیش از اون درباره آقا مشتبه و مسئله شکنجه زن سعید امامی که من مطرح کردم، فیلم رو نشون دادم و فرداش آقای کروبی در مجلس به اون پرداخت، اینا رو یادمون نره. ببینید آدم ها رو در موقعیت های مختلف با مسئولیت های مختلف حتما سیاه و سفید ببینیم، نه فقط سیاه و نه فقط سفید. این یادمون باشه. در مورد مرحوم حاج آقا محمود قومی گفتم من، شما لابد نشنیدید، ایشون لندن بود وقتی مرحوم عبدالمجید خویی رو به دستور مقتدا صدر کشتن. حاج آقا محمود خیلی تنها شد و زمانی که مرحوم پدرش گفت آقا برگرد، تا من هستم اینا کاری نمیتونم بکنم، وقتی پدرش در مکه بود ایشونم رفت و با پدر برگشت به ایران، تا پدر زنده بود کاریش نکرد، چون پدر استاد آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای و هاشمی نژاد و طبسی تو خانه اینها بزرگ شدن، چایی میدادن تو روزشون. به محض اینکه مرحوم آقای طباطبایی قومی، حاج آقا حسن، درگذشت، آقای قومی رو گرفتن، چند ماهی در زندان بود، اذیتش کردن و سرانجام با پادرمیانی بعضی ها او رو آزاد کردن، رفت دیگه نشست تو خونه و همین مسئله ضربه بزرگیش بود، خیلی شکسته شد، خرد شد، مبتلا به بیماری شد و سرانجام درگذشت و پیکر او رو به نجف بردن در کنار آرامگاه جدش، بله، به خاک سپردن. هموطن بعدی. سلام.
من خواستم که خیلی تشکر کنم از آقای دکتر مشکین که این نامه رو امروز خوندن، اینقدر من تحت تاثیر قرار گرفتم که حد و حساب نداره. البته ساعتی نداشتم، ندارم، نمیخوام هم داشته باشم، ولی ما هم با همون صورت خودمون رو بالا کشیدیم، به جای خوب رسیدیم، همچنین با بچه هم. قربان شما، خدافظ شما. سپاسگزارم بانوی گرامی. خوشحالم از برنامه دکتر مشکی استقبال شد. دکتر مشکی دوستان قدیمی منه، ما هم مدرسه بودیم، یک سال از من ایشون پایتخت جوان تره و بعد در دانشکده همینجور با هم بودیم و بعدش هم که ایشون یکی از وکلای مبرز و ماهر دادگستری است در لس آنجلس، دفتر بسیار شیکی داره در بیولی هیلز و هر وقت میرم اونجا بسیار از دیدن او و بانوی گرامیش خوشحال میشم، حالا هم که افتخار همکاری رو به ما داده. هموطن بعدی. تلویزیون یعنی فردا یا نیوزده، سلام عرض میکنم خدمتتون. برنامه‌تون خیلی خوبه، سطح خیلی خوبی دارید برنامه‌تون و شما هم میدونید که مخاطبینتون هم از اکثر اقشار تحصیل کرده و فریفته جامعه هستن. همشتی که اونگرم بسید که حتما شد من تو عرض بکنم در این که مرتب تکرار میشه، مخصوصا تو برنامه خود جنب آدیدی شرایطی شما کنید که این موزیک ویدیو هایی که پخش میکنیم عمدتاً نصف هست و هیچ وقت نمیده که پارم برسی من مشکلات وقتی این رو میدونم، ولی این کار شما مثل این که شما مهمون دعوت بکنید، فضا جوش بذارید، واسه که کارم نظر هم جوش نردید. استاد شجریان اول اعتراض کردن به سیاسیون ایران این بود که از موسیقی به عنوان پوشال لای برنامه استفاده میکنید. اجازه من تقاضا میکنم به وقت ندارید اصلا پخش نکنید، بگید به وقت دارید موزیکشو کامل پخش بکنید موسیقی رو و اجازه بدید که مردم ازش لذت ببرن. کاملا حرفتون درسته، بنده تصدیق میکنم و حرف حساب جواب نداره، کاملا درسته، باید اینطور باشه. منم سعی میکنم حالا در برنامه خودم حداقل این مسئله رو رعایت کنم، چون در اغلب برنامه رعایت میشه، ولی حرف شما درسته. ممنونم از تذکرتون و اشاره به تعبیر بسیار بجا و مناسب استاد شجریان. هموطن بعدی. متشکرم. دو مسئله. یک، اولا من از ویرجینیا تلفن میکنم، صدا و تصویرتون الان دو سه روزه که بسیار خرابه، یعنی قابل استفاده نیست. دوم، من پیشنهاد میکنم که برای اینکه تا الان بهترین ها رو داریم، منتش یه نفر کم دارین، آقای فرامرز فروزندرم اگر لطف بکنن دعوت بکنن و بیاد تو این تلویزیون، دیگه این تلویزیون هیچ کم نداره. من تقریبا 8 ساعت در روز تلویزیون رو تماشا میکنم. متشکرم، خدا حافظ. سپاسگزارم دوست من. از کجا میدونید من آقای فروزنده رو دعوت نکردم؟ من روزی که این تلویزیون رو پایه‌گذاری کردم، یکی از اولین کسانی که دعوتش کردم آقای فروزنده بود، چون بسیار دوستش دارم، بهش احترام میذارم و کارش رو ارزش میذارم. ایشون تعهداتی داشت، خب انسان تعهداتش، اگر کسی قراردادی با جایی داره خب نمیتونه رو نقض بکنه، ولی همیشه ایشون ویلکام، خیلی هم گفتم به ایشون علاقه دارم و احترام میذارم. هموطن بعدی من. با سلام خدمت شما آقای نوری‌زاده و همه بینندگان تلویزیون ایران فردا. من می‌خواستم ابتدای یه تبریکی خدمت شما عرض کنم. مجدداً شما به عنوان کارشناس به تلویزیون صدای آمریکا برگشتین، باعث افتخار ما ایرانی‌هاست که شما رو در اون تلویزیون هم ببینیم. اما متأسفانه الان یه بحثی تو تلویزیون‌های لس‌آنجلسی پیش اومده که انتقادهای شدیدی میکنن از صدای آمریکا و علیه صدای آمریکا برنامه میگیرن و میگن اینا ضد میهنی و ضد
ایرانی دارن کار میکنن. میخواستم شما اگه میتونین در این مورد توضیحاتی بگید برای شما، برای ما بینندگان، تا ما متوجه بشیم و آگاه بشیم. ممنونم از شما و همچنان از برنامه های خود. سپاسگزارم دوست من. اولا من بگم اون پاسخ اون تکیه هموطن قبلی رو ندیدم که گفت صداتون کم میشد میومد پایین. نمیدونم این مشکل گاهی یکی دو نوبت جلویز یه خود صدا مشکل بود، یکی دو نوبت مشکل ما بود. حالا مسائلی است که در شرف حلش هستیم و تشکیلات پخش برنامه و ساتلایت اونها هم دارن اینو تحقیق میکنن که مشخص بشه به خصوص چرا برنامه من اینجوری شده. حالا پیداش میکنه. اما در رابطه با صدای آمریکا انتظار دارید من چی بگم؟ بیام یه گروه رو تایید بکنم، یه گروه رو تکذیب؟ نه. صدای آمریکا یک رسانه قدیمی است. 20 سال من باهاش همکاری داشتم، چه اون زمانی که رادیو بود و اون چه زمانی که دیگه به صورت قرارداد داشتم و باهاشون کار مداوم میکردم و بسیارم خاطره و تجارب خیلی خوبی دارم. این بارم لطف کردن منو دعوت کردن، سه نوبت من در برنامه ها بودم و بنابراین از من انتظار نداشته باشید. تمام مسئولان و مدیران و کارکنانش من دوستان من هستن، بعضن هم دوستان خیلی قدیمی، گویی که یه عدهشون بازنشسته شدن رفتن ولی بقیه هنوز هستن و یک رسانه قدرتمنده، نماینده دولت آمریکاست و با این وجود حتی اگر سیاست‌های دولت آمریکا جایی خیلی نسبت به جمهوری اسلامی معتدل باشه ولی سیاست آمریکا هم صدای آمریکا هم حرف خودشو میزنه و امیدوارم این قانع کننده باشه براتون. هموطن بعدی. من فقط خواستم تشکر بکنم از آقای برنامه‌های خوبتون. در شعری که سرودم کوتاهه تقدیم حضورتون میکنم. شاعری گمنام از تونس صدایت میکنن، برگ سبز توفی شعرش فدایت میکنن، از تو میخواهد پذیری شکر این ناوید دوست، استجاب خیر بر تو از خدایت میکنن، صافی و پاکی و مهری را که داری بر وطن، آرزوی دیدن ایران به جایت می کنند. چون کمند مهر تو افتاده شد بر گردنش، با خجست زشتت نکه رهایت می کنند. مطلب من ربی به طول عمر فرحان سعید، از سمیم قلب امروزه دعایت می کند. متشکرم. سپاسگزارم بانوی گرامی، بسیار شعر پر احساس و قشنگی بود. ممنونم نثار همه همکاران من و دوستانم. هموطن بعدی ما. سلام علیکم آقای دکتر نوریزاده، خسته نباشید. وظیفه خودم می دونستم که زنگ بزنم و ازتون تشکر بکنم به خاطر این همه تلاش هایی که برای ما می کنید، این تلویزیونی که راه انداختید. این کمترین کاری که میتونم انجام بدم یک تشکره. امیدوارم این فرهنگ تو بین ایرانی جا بیفته که سعی کنیم کسایی که خدمتگزارمون هستن ازشون تشکر هم بکنیم، همیشه انتقاد نباشه. این به نظرم چیز خیلی مهمیه. متشکرم، ممنون، خداحافظ شما. ممنونم دوست عزیزم. به نظرم اصفهانی هم بودی ها، لطف کردی، خیلی ممنونم. قدردانی و تشکر در فرهنگ ما بوده خیلی زیاد. نمیدونم یعنی این سالها یه مقدار این تسلط پیدا کردن ضد فرهنگ پوچیگری، کلاشی، این باعث شد که ما متاسفانه بعضی از ماها این صفات رو فراموش کنیم. بله این قدردانی ها رو ما در طول تاریخ زیاد داشتیم. هموطن بعدی من. من میخواستم بگم سلام، میخواستم خدمت آقای نوریزاده بکنم. این برنامه هاشون همش خوبه. اگه بعضیا
اون هفته انتقاد کرده بودن، شاید اینم مال کانال های دیگه است که دلشون نمیخواد این کانال انقدر خوب باشه. من بهترین کانال، من قبلا الانم من این کانال های سیاسی رو خیلی دوست دارم، ولی الان بهترین کانال برای من اینه، مخصوصا اون نگاه از دنیا چیه، اونم خیلی برنامه خوبیه. یکی اعتراض کرده بود، خیلی ممنون، میبخشید. سپاسگزارم بانوی گرامی. این دفعه خانوما دست به کار شدن، همه اظهار نظرشون رو کردن که نگن خانوما فقط غر میزنن، نه، لطف میکنن، انتقاداشون به جاست و همون نقش بزرگی رو که در کشور ما در مبارزه با اهالی ولایت فقیه دارن، در خارج هم دارن، در داخل ایران دارن، ما رو هم خیلی خوب راهنمایی میکنن و گاهی هم که اظهار محبت میکنن صمیمانه است. هموطن بعدی، سلام، از ایران زنگ میزنم، حمید هستم، ناصریان. این فیلم ناخدای با خدا را 45 سال پیش رو کشتی پرسپولی به جای ایرج قادری و وحدت من بازی کردم. حالا هم خیلی سر حالم، فقط دنبال این دوتا میگردم. به سلام بچه ها را کارکنان رادیو تلویزیون را بسیار بسیار برسونید و تلویزیونتون بسیار عالیه، بسیار عالیه و کور بشه و چشی که نمیتونه ببینه. سپاسگزارم دوست عزیز، ممنونم آقای وحدت عزیز که در ایرانن و اگر لابد دسترسی میتونی بهشون داشته باشی. من تصاویرشون در خیلی از این نشست‌ها دیدم. ایرج قادری نازنینم که از بین ما پرکشیده رفت، ولی از خودش آثاری به جا گذاشت که پس از اون همیشه یاد و نامش زنده بماند. بله، به خانه هنرمندانم میتونید رجوع کنید و سراغ وحدت عزیز رو بگیرید. براتون گفتم وحدت فرزندش همکلاس من بود، یک سال با هم همکلاس بودیم و بعدم خب خود وحدت خیلی به من محبت داشت. از مجله فردوسی با رفتم باهاش گفتگو کردم، منو به خانه خودش برد و درود میفرستم بهش. هموطن بعدی، سلام عرض میکنم خدمت تمام کارکنان تلویزیون ایران فردا، به خصوص جناب نوریزاده. من چندین بار تلفن زدم، ما در مشهد زندگی میکنیم، روزی دو ساعت ظهر و صبح اجازه داریم برنامه شما رو ببینیم. آقای ما به عشق خانه پدری میشینیم، هیچ وقت الان دو ماه سه ماه من دو دفعه زنگ زدم این چه ساعتی پخش میشه که تو این دو ساعت یکی شیشونه صبح یکی بعد از ظهر، ببخشید 12:10 بعد از ظهر، این خانه پدری رو ما نمیبینیم، تمام منحصر شده به تفسیر خبر جناب شالنگی. خیلی ممنون دوست عزیزم. هر موقع تفسیر خبر پخش میشه درست بعد اینجور فکر کنید که برنامه من به وقت لندن 3:30 to 4:30 پخش میشه، 3.5 ساعت ما با تهران فاصله داریم با ایران، 7 شب به وقت شما پخش میشه. پس برنامه من 7 شب شما هر شب پخش میشه، 8 ساعت بذارید روش میشه 3 صبح، یه بار دیگه 3 صبح پخش میشه، 8 ساعت دیگه بذارید روش میشه 11 صبح، 11 صبح هم دوباره پخش میشه. پس در 3 نوبت 7 شب، 3 بامداد و 11 صبح، در این 3 نوبت برنامه من سر موقع پخش میشه. ما چون ساعت برنامه مون رو کردیم 8 ساعت، قبلا 6 ساعت بودیم، در نتیجه وقتی 8 ساعت شدیم خب زمان تکرارم 2 ساعت میره عقب دیگه. ممنونم دوست من. هموطن بعدی، درود و سپاس بر آقای نوریزاده، انشالله که همیشه خوش و خودم و سعادتمند باشید. هدفم از زنگ زدن این بود که عنوان کنم که
شاه خدا بیاموز هدفش این بود که مملکت رو پیشرفته کنه و حتی از نظر تسلیحاتی تجهیزش بکنه که زمانی که قرارداد ایران و روسیه به اصطلاح به پایان رسید ایران رو 17 شهر قفقاز رو پس بگیره و مردمش ببینن ایران پیشرفته از مردمش خواهان بازگشت به ایران بشن و حتی اگر با روی خوش نشد شاه وارد جنگ با روسیه بشه که بتونه 17 شهر قفقاز رو بگیره. انشالله که خوش و خورم باشید. خدا حافظ شما. سپاسگزارم عزیزم. ببین دوران لشکرکشی برای سرزمین رو تسخیر کردن گذشته، اما همونطور که شما اشاره کردی اگر ایران با همون روال بدون فساد پیش میرفت و اون اتفاقا در اتحاد شوروی بیفتاد و شوروی فرو میشکست، اون کشورها مشتاقانه برای ایجاد روابط ویژه با ایران پیش میومدن، نه اینکه بیان جزء ایران بشن. سالها یک و نیم قرن جدا بودن، خلق و خوی خودشون گرفتن، راه خودشون رفتن. ممکنه یه روزی هم یه حکومتی در اونجا بید خواستار یک کنفدرالیست با ایران بشه، یک کنفدرالسیون بخواد با ایران درست کنه، اینا همه پیش میاد. ولی هیچ وقت با لشکرکشی نمیشه سرزمینی رو باز پس گرفت یا اشغال کرد. اسرائیل این همه الان کوشیده، 60 سال چیکار کرد؟ آیا تونسته سرزمین های اشغال شده رو قانونی بکنه به عنوان اشغال؟ نه، تا ابد میگن اشغالگر، تا ابد میگن سرزمین های اشغالی فلسطین، ساحل غربی رود اردن و نوار غزه همیشه مناطق اشغال شده. سازمان ملل هم این مناطق اشغال شده میدونه. پس ما نمیتونیم همینجوری بریم حمله کنیم یه جاره بگیریم چون 150 سال پیش جزء ما بوده. شاه هم از این خیالا نداشت. اتفاقا شاه آدم جنگ طلبی اصلا نبود. ولی میگه برای دفاع از ایران باید قوی باشه. هموطن بعدی. سلام. جناب دکتر نوری‌زاده خسته نباشید. من برنامه شما رو مصاحبه شما رو برای پرویز دیدم و لذت بردم. واقعا کار خیلی جالب و بزرگی انجام دادی. ملت ما رو با این برنامهاتون شما روشن میکنیم که چی کار. صداشون قطع شد. بله متاسفانه صدا قطع شد، نوارشون کوتاه بود. هموطن بعدی. با سلام خدمت های نوری‌زاده عزیز. میدونی من اولین بار تماس میگیرم، فقط خواستم واجب میدونستم که صمیمانه تشکر کنم. امروز امشب اولین برنامه جناب ناصر شاهین‌پور من دیدم، واقعا خیلی لطف کردید در حق ما ایرانی ها. یه همچین شخصی وقتی میذاره و واسه ما سخنانی رو که لازمه واجب ما بدونیم و بهمون میگه. یک دنیا ممنون. ممنونم دوست من. خود من با لذت برنامه رو گوش میکنم. ناصر شاهین‌پور دوست نازنین و عزیز منه که دیر و دور با هم زندگی کردیم و دل بستیم و احترام گذاشتیم. هموطن بعدیم. سه روزه صدای تلویزیون شما خرابه. شما تا امروز نفهمیدین خودتون صدا ندارین. شما صدا بسیار بسیار خرابه. بله ممنونم دوست من. اینا رو بخش فنی میشنوند و پیگیرش میشن. متاسفم. هموطن بعدی. با سلام و عرض ادب به جناب آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همکاران سخت کوش ایشان. آقای دکتر عزیز، یکی از بهترین و متنوع ترین برنامه های روزهای یک شنبه شما برنامه حماسی گردآفرین است که بسیار عالی توسط مجری آن که یک خانم است اجرا می شود.
در سابق هم در ایران همونطور که میدانید این قبیل برنامه ها در چایخانه ها و قهوه خانه های سنتی با مرشد های کاردان و مطلع اجرا و تنظیم میشد. این قبیل برنامه ها خصوصا برای جوانان ما بسیار بجا و مفید است، چون تاریخ کهن شعرای ایران ورق می‌خورد. با تشکر، خدا نگهدار. سپاسگزارم دوست من. من یک نکته ای را بگم در مورد هموطنانی که شکوه میکنند از نبودن صدا یا پایین بودن. اولا حتما بگید از کجا زنگ میزنید و بعد تلویزیون از چه طریق میبینید. همطور که میگید صدای شما خرابه، خب من نمیدونم، میلیون ها نفر میبینن ولی هم چیزی نمیگن. منابعی که شما در واقع بهش دسترسی دارید برای تماشای ما، یکی ساتلایت. من شکوه ای از ساتلایت نشدیدم از کسانی که از طریق ساتلایت میبینن، جز یکی دو مورد در مورد برنامه خودم که اونم اصلاحش کرد. اما جی الویز بوده نوبت هایی که این اتفاق افتاده، یا سایت ما یا خط اینترنتی شما. به هر حال باید بگید از چه طریق برنامه رو تماشا میکنید تا ما بتونیم دقیقا بهش بپردازیم و مشکل رو برطرف کنیم. هموطن بعدی. با سلام به جناب دکتر نیروزادی. من تقریبا یه ماه پیش یا کمتر تماس گرفتم و بعد از حدود یه هفته صدای خودم شنیدم که پخش شد و شما هم پاسخ دادید. من همون استاد 80 ساله بازنشسته هستم و تن قدیمی جمع شما ها. اگر صدای من الان دوشنبه است و اول جون و برنامه شما داره شروع شده پخش شدنش، اگه صدای من پخش بشه معلومه زنده است و الان معلومه باز ضبط شده است. ارادت دارم، برنامه شما فوق‌العاده است، معتاد شدم برنامه مصاحبه شما با شهبانو و تمام برنامه های عالی شما دوشنبه تا جمعه مستم میکنه و فیض میبرم و مست این فیض هستم. خدا نگهدار شما باش. سپاسگزارم. کامت همیشه شیرین باد و دلت شاد. ممنونم هموطن گرامی خوب من که به برنامه اینقدر توجه داریم. یک پیام دیگه هست که وقت داریم بشنویم. الو، سلام علیکم آقای نورزاده، احوال شما چطور؟ حالتون خوبه؟ شرمنده، من چند بار قبلا هم خدمتتون پیام گذاشته بودم، از شیلا خدمتتون زنگ زدم. اول که من خیلی اراده زیادی هم خودم هم خانواده‌ام به شما دادم، چون شما واقعا این پدرم هستید، خیلی دوستم. از موقعی که صدای ایران قائم مقامی تو رادیو صحبت میکردن، من داشتم همین باور کنم 10-15 سال پیش با صداتون آشنا شدم. الانم با چهره زیباتون و شما هم این پدرم که عمرش داره به شما دوست میدارم، از خدا میخوام که عمر طولانی بشه. یکی که درباره بحث اتمی که پیش اومد و اینا، شما فکر میکنی مثلا اگر اینا تفاهم برسن و قرارداد امضا بکنن به ملت ایران چیزی میرسه؟ اصلا اولا فکر نکنم، چون اینا همه شکل خودتون هستن. الان من یه زن بیوه هستم، 5 یتیم دارم، خدا شاهده در از 5 سال گذشته پدر و مادر و شوهر و پسر بزرگم از دست دادم، که هنوز پسر بزرگم چهار ماه در روزش نشده و یه حقوق حدود 700 تومن از پدر خدا بیامرزم. بانوی گرامی، من همه مشکلاتو میدونم. اینکه برنامه اتمی اگر حل بشه چه تأثیری در جامعه داره، بدون شک اثرش بهتر خواهد بود از این وضعی که امروز هست و ایجاد تحولی در جامعه میکنه. من بسیار متاسفم که شما دچار این مشکلات هستید و امیدوارم که راهی پیدا کنید، فرزندانتون بزرگتر بشن، بتونن درس بخونن، کار کنن. به هر حال این مشکلات زندگی رو میلیون ها ایرانی دارن و من آرزو میکنم خداوند مهرش رو از ما دریغ نداره. هموطنانی هم که اینا رو میشنون گکایی هستن که امکاناتی دارن و میتونن به هموطنان دیگرشون کمک کنن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان،
هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده همین ساعت و همینجا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.